درود بر شما بنانا هستم از تیف 81 امروز قسمت دوم رادار آگناین f 4 ای رو براتون توضیح میدیم دوستانی که قسمت اول رو هنوز ندیدن همین الان برن این کار رو انجام بدن برگردن بعد بر از یه مکس کوتاه با بقیه دوستان ادامه خواهیم داد خوش اومدید به قسمت دوم رادار آکنان F14A تو این قسمت uh, راجع رادار باتون صحبت میکنیم ولی قبل از این کار رو انجام بدیم من میخواستم یه سری توضیحاتی راجع به سرچ مود رادار بهتون بدم و میبینی که چرا اولین کار میکنم و خودتون متوجه خواهی شد که چرا با سرچ مود شروع میکنم به طور کلی رادار تامکت دو سرچ مود داره یک دونه پالس داپلره که توی این مود شما بالاترین رنج دیتکشن رو دارید در رادار که حدود پلاس ماینس سر ناتیکال مایله هر ناتیکال مایل حدود 1.85 یک 85 کیلومتر خودتون میتونید به کیلومتر حساب بکنید البته اف ام و اینا هم هست که خب مود رو ممکنه حتی بیشتر بکنه رنج رو ولی ما توی پالس آف مود معمولا یه سی حدود سر بیزنات مفید داریم که در حقیقت رنج خیلی بالایی هستش از اون طرف توی این مود شما میتونید لوک داون داون رو داشته باشید همونطور که در ویدیو قبلی گفتم نیاز به توضیح مجدد نیست اگه هنوز ویدیو اول نگاه نکردید حتما این کار رو انجام بدید بعد از این ویدیو و ممکن فکر کنید خب عالی بزرگترین رنج ما الان اینجا داریم قابلیت لوک داون هم هست پس چرا همیشه از این مود استفاده نمی کنیم اصلا چرا یه مود دیگه ای وجود داره توی رادار علت اصلیش یکی از علت ها شاید اینه که این لاک رو اگر توی این مود روی حریف سرچ کنیم و لاک بگیریم اون لاک میتونه شکسته بشه یکم راحت تر از مود پی اس ام توی مود پی اس ام یا پالس سرچ مود که الان براتون میگم شکستن لاک برای حریف یا دشمنتون یه ذره مشکل تر میشه پس بنابراین پاسج مود تفاوتش اینه که خب یه ذره رزیستنت نسبت به لاک بریک ولی در این حال رنج دیتکشن خیلی کمتری داره پلاس ماینس 50 نادیکال ما و به خاطر همین شما معمولا هدف رو که پایین تر از سطح مفق نیستن یا فاصله شون به شما این در نزدیک تره رو با این مود میگیرید تا مطمئن بشید که لاکتون شکسته نمیشه به طور ام اگه بخوام خیلی ام عملی براتون بگم وقتی که شما توی لول با یه هواپیمای دیگه پرواز کنید و اون هواپیما پایین تر شما نباشه فاصله تو زیر پنجان ناتیکال مایل باشه در حقیقت اغلاین شما از پالس مود استفاده کنید که لاکش دیرتر شکسته میشه در شرایط دیگه وقتی میخواد لاک دور دولانتر بگیرید یا حریف یا دشمن از شما پایین تر خب پالس آف مود رو میتونی از استفاده کنید حالا این قضیه شکستن لاک چرا توی پالس آف سرچ مود انجام میشه قبل از این رو بگم باید زیرو داپلر فیلتر رو متوجه بشید ویدئوی جلسه اول گفتیم داپلر افکت چی هست چجوری کار میکنه و رادار داپلر چجوری کار میکنه پس بنابراین یه جایی باید رادار تفاوت بذاره بین هدف متحرک و هدف غیر متحرک اینجا اومدن براش یک velocity threshold برای این رادار تعریف کردن که حدود 100 نات هستش که حد نات هم 1.85 هست در حقیقت این سرعت میشه کیلومتر در ساعت یعنی هدفهایی که سرعت نزدیک شدنشون یا دور شدنشون به هواپیمای F14 از 100 ناتس نات، پایین تر باشه اینها به عنوان هدف های ساکن دیده میشن و این زیرو داب فیلتر میاد اینا رو فیلتر میکنه و اصلا روی رادار نشون نمیده پس برای اون اهداف نشون داده نمیشن از همین زیرو فیلتر داب فیلتر در حقیقت استفاده میکنن حریف های شما ورادار شما رو گول میزنن و لاک رو که شما روشون مینتین کردید رو میشکنن چه جوری تصور کنید یه هواپیمای شما داره با سرعت 200 نات به یک سمت حرکت میکنه در امتداد همین مسیر حرکت شما یک هواپیمای دشمن با همین سرعت داره از شما دور میشه چون سرعت این دو تا هواپما با هم برابره در حقیقت کلوزر ریت یا فاصله نزدیک یا دور شدن شما به هم دیگه صفره پس برابری هواپیمای رادار هواپیمای اف 4 شما اون هدف رو در حقیقت ساکن میبینه و به خاطر همین اصلا اون رو نشون نمیده و این زیرو داپ فیلتر داپلر فیلتر اون رو فیلترش میکنه کاملا محوش میکنه و شما این هدف رو نمیبینید خب اول شما تو موقع حمله که هستید سرعتتون خیلی بالاتر از 200 ناتس و این خیلی سخته برای بندید که <coughs> ببخشید که بیاد هم، همین سرعت دقیق شما رو بخواد بدونه و همین سرعت رو مینتین کنه و دقیقا تو همون جهتی بره که شما دارید میرید یه مقداری سخت این ولی اگر در یه چند چی شرایطی قرار بگیرید مسلما این بندیت رو نخواهید از این مسئله استفاده میکنن و بیان رادار F14 رو ناچ میکنن داپلر ناچ چی هستش؟ یعنی من بیام برای رادار F14 یک هدف ساکن رو سیمولیت کنم طوری که اون فکر کنه من سا ساکن هستم یا ساعتم خیلی پایینه و منو حذف کنه و اصلا نشون نده و وقتی منو نتون نشون بده اولا هاپ مای نمیتونه روش لاک بگیره و اگر هم لاک هم داشته باشه اون لاک خواهد شکست چطوری تصور کنی همون هاپ داره با همون سرعت 200 حرکت میکنه همون جهتی که داشتیم و یه هاپ بندید میاد با فاصله 90 درجه به سمت چپ یا راست نسبت به مسیر حرکتی یا وکتور حرکتی هواپیمای ما حرکت میکنه هواپیمای بعد از ما فاصله زمانی خاصی میاد یه مقداری مسیرش رو طی میکنه و به اون جایی میرسه که الان دایره تو خالی نشون میده خب مسلما بندیت هم اینجا یک مسیر رو طی کرده من برای اینکه یه مقداری از نظر تجسمی راحت تر باشه سرعت ها رو با هم یکسان گرفتم تا شما بتونید اون تقریب مکان ها رو در حقیقت مساوی روی تصویر ببینید بندی هم بعد از همون فاصله زمانی در یک محلی مثل این دایره تو خالی دوم قرار میگیره پس بنابراین وقتی هواپیما F4 شما از نقطه ای که بهش رسیده به اون نگاه میکنه این فاصله رو از هواپیما ما میبینه حالا اختلاف این دوتا فاصله ها و اون زمان و اون دیسپلیسمنتی که انجام داده یک کلکولیشنی انجام میگیره و رادار به شما میگه که سرعت این بندیت فلان هستش و وقتی این سرعت از اون ویلاسیتی ترش هولدی داره کمتر باشه در حقیقت اینو فیلتر میکنه به خاطر همین اگر بندیت شما با سرعت خیلی پایین مثلا همینطور روی دیویس نات 90 درجه با مسیر حرکت شما حرکت کنه چون دیسپلیسمنتی که انجام میده در نهایت به سرعت منتهی میشه که پایینتر از ویلاسیتی ترش هولد هستش این هدف در حقیقت برای رادار شما قابل دیدن و رادارتون محو و این اشکال بزرگ پال داپلر سرچ هستش که ازش میتونن بندیت استفاده بکنن و رادار شما رو گول بزنن و از صفحه رادارتون محو بشن و اگر موشکی بهشون شلیک کردید اون موشک هم از در ویست میشه به هدر میره حالا این جلسه باز یه مقداری از رادار دیسپلی مود براتون میگم چون جلسه بعد دیگه میخوایم این قسمت رو تمامش بکنیم و بریم سراغ سیمبالوژی ما روی رادار دیسپلی مود دو جور دو مود مختلف داریم یکی رینج وایل سکن هست و یکی دیگه ترک وایل سکن تفاوت اینا چی هستش شما در مود رینج وایل سکن میتونید 48 تا کنتاکت رو کانتکت میتونه هر چیزی باشه دوست دشمن و تمام آبجکت هایی که در اطراف شما هست نشون بده رنج و چیزی که نشون نمیده تارگت وکتوره یعنی نشون نمیده که به نسبت شما اون هدف شما چه, وکتور... چه وکتوری داره در حقیقت پرواز میکنه اینو نمیتونه به شما نشون بده در این حال یک مود انگجمنت هم برای شما نیست یعنی توی مود RWS که شما هستید نمیتونید موشکی شلیک بکنید چون نمیتونید روی تارگت اصلا لاک بگیرید تارگت هوپ هم هوک هم خب مشخص نیست یعنی میسر نیست یعنی ریو شما نمیتونه روی یک تارگت ایندیویدوال هوک بکنه یا بگیرتش یا پیکاپش بکنه و یک تارگت فایل براش تولید بشه پس خصوصیت اینجا شاید نسبت به TWS این باشه که TWS علاوه علاوه رقم RWS فقط میتونه 24 تا کنتک رو روی رادارش نشون بده توی RWS ما 48 تا داشتیم این برتری بود اگر تعداد رادارهای های ما بیشتر باشن و ما موف کنیم از TWS بریم روی RWS یهو هم ممکنه تارگت های بیشتری رو ببینیم که TWS به ما نشون نمیداده علاوه بر اون ریوی شما میتونه بعد تارگت ها رو هوکاپ کنه پیک کنه و ترک فایل تارگت اندویجل ترک فایل روشون رو در اقت کریت بکنه یا نشون بده اینو حالا بعدا این مقداری دقیقتر بهش میرسیم و اون چیزی که نگفتم اینه که علا رقم RWS TWS engagement مودی هستش برای شلیک موشک شما که در این حالت از موشک این 54 فینیکس استفاده میکنه یعنی شما اگر که بخواید انگیج بشید باید مود رادارتون رو حتما از RWS به TWS تغییر بدید ممکنه سوال کنید که خب چرا اصلا من از RWS استفاده کنم من حالا ممکنه که هیچ وقت 48 تا کانتکت در اطراف خودم نداشته باشم 24 تا هم بسه علتش اینه که یه محدودیتی که TWS داره او اینو که فراموش کردم بگم دیسپلی target ریلیتیو vector هم هست این شما target ریلیتیو وکتور یعنی اون دقیقت وکتور هدفت رو نسبت به خودتون میبینید که اون در چه موقعیتی نسبت به شما داره پرواز می‌کنه در حقیقت جهت پروازیش رو نسبت به موقعیت شما هم روی رادار میبینید ولی علت اصلیش اینه که شما دو تا اسکن سایز توی TWS بیشتر نداری یکیش هست wide and short که چهل درجه دهنه ای رادار تغییر میکنه و دو بار یعنی دو تا سطر مانند رو در حقیقت کاور میکنه یا مثل دو تا ریبن ارزی رو و افقی رو که از چپ به راست اسکن میکنه میاد پایین تر یه ریبن رو دیگر رو اسکن میکنه و طول این ریبن در حقیقت درجه هست از دماغه رادار که بگیرید به سمت جلو 20 درجه به سمت راست 20 درجه به سمت چپ به شرطی که آنتنتون رو به جلو باشه از هر طرف 20 درجه رو کاور میده و دو تا بار رو اسکن میکنه یه مود دیگه داره بهش که نروان تال 20 درجه رو اسکن میکنه یعنی حتی نازکتر هم میشه محدود اسکنش که میشه نرو ولی تال میشه میشه چهار تا بار حقیقت تو ارتفاع چهار تا ریبن رو از چپ به راست سرچ میکنه این علت این هست که ما میریم از RWS هستم کنم دهنه خیلی بازتره 65 درجه میتونه به شما حتی یا بیشتر اسکن بده و میتونه تعداد بار بالایی رم جواب بده اینکه شما در مواقع عادی که پرواز میکنید روی مود AWS پرواز میکنید که بتونید محیط اطرافتون رو بهتر در نظر بگیرید همونطور که اسمش هم میگه رنج وایل اسکن هستش و رنجش هم بیشتر از مود TWS هست شما مود TWS که میاد یه از رنج رو اینجا قربانی میکنید و در نجد اون مقدار بازی دهنه ریدارتون یا کاور اسکن ریدارتون رو کمتر میکنید نسبت به رینج وایل اسکن و یه دو تا چهار بار هم بیشتر نمیتونید اسکن میکنید به این علت هست که از این دو مود مختلف استفاده بکنم ولی اون لحظه که شما هدف رو دیدی تشخیص دادید و خواستید که روش لاک بگیرید و انگیج بشید باید حتما از RWS به TWS تغییر بدید لاکتون uh, رو, رو مینتین کنید و موشک M54 فینیکستون رو شوان که خوشتون اومده باشه و um, اگر که میخواید ادامه این بحث رو هم بشنوید حتما سابسکرایب کنید که وقتی که ما ویدیو جدید میذاریم برای شما هم حتما یک نوتیفیکیشن بیاد ممنونم از وقتی که گذاشتید و علاقتون و شما رو به خدا میسپارم تا نوبت بعدی بدرود